از کارهایی که ما باید در فصل پاییز در زمانی که درختای ما به خواب دیگه رفتن قبل از اینکه یخبندون های منطقه شروع بشه و برف و بارندگی های شدید شروع بشه، ما باید درختانمون رو برای زمستان گذرونی آماده کنیم. زمستان گذرونی درخت ها در درجه اول ما حتما باید پای درختامون رو تمام برگ هایی که ریخته شده رو کلن جمع آوری کنیم. هرگز نگذارید در فصل پیش رو برگ هایی که امسال ریخته شده برای سال آینده در باغ ها و باغچه هاتون باقی بمونه. یکی از عواملی که میتونه برای حفظ و نگهداری تخم حشرات و آفات معمنی باشه برگ هایی که روی زمینه و بعد برای تولید قارچ و باکتری و ویروس اون برگ ها به دلیل اینکه کاملا زمین رو عایق میکنن، پوشش میدن، اون سرمایش و اون برف و اون یخبندونه که قراره در دل خاک نفوذ بکنه، این برگ ها در واقع محافظت میکنن و زیر همونها تمام حشرات به خصوص حشرات درخت های سیب و آلو و حتی مرکبات فرصتی پیدا میکنن که اگر بدترین شرایط همینه که میوه از درخت ها ریخته شده باشه و اون میوه ها هم جمع نشده باشه، این دیگه فاجعه است. در یک چنین شرایطی میوه ها عاملیه که آفات و حشرات در اون تخریزشون رو بکنن، تغذیه بکنن و خودشون رو بازسازی بکنن و تولید مثل بکنن برای فصل پیش رو. و با اولین گرمایش 10 درجه بالا صفر و یک رطوبت نسبی خوب در فضا این حشرات از تخم بیرون میان و فاجعه شروع میشه. چه زمانی؟ زمانی که درختای ما شکوفه دادن. شکوفه ها زمانی که میخواد باز بشه این حشرات میرن داخل اون شکوفه ها قرار میگیرن، درون اون قنچه ها قرار میگیرن و در همونجا تخریزی و مجدد شروع میکنن. و ما زمانی که بسیاری از میوه های درختانمون رو میبینیم ظاهر سالم ولی در درونشون پر از کرم هست. چرا؟ چون در فصل بیداری اینا رفتن قبل از اینکه من و شما اینا رو ببینیم و بشناسیم جاگیری کردن و دیگه در درون میوه های ما اینا برای سالهای بعد رشدشون رو ادامه میدن. پس برای حفظ و مراقبت از یک چنین وضعیتی ما میتونیم از حشره کش یا آفت کش یا محصولی که بتونه درختای ما رو برای فصل بعد آماده بکنه استفاده بکنیم. ما میتونیم از روغن ورک استفاده بکنیم. روغن ورک درجه بندی داره 65 و 75 و 85 و 95 درجات مختلفی داره. اولا که روغن ورک چی کار میکنه؟ حشرات رو میکشه، کنه ها رو میکشه، جلوگیری میکنه از خسارت محصولات و باغ‌ها. بعد متعلق به سموم آلفاتک هیدروکربن هستش. یادمون باشه که اشتباه نکنیم، شته ها رو از بین میبره، شیبشک ها رو از بین میبره، تمام تخمه حشرات رو با عایقی که میکنه. اصلا روغن ورک کارش عایق بندیه، یعنی اگر شما روی برگ یک درخت روغن ورک رو بزنید تا چندین روز میبینید که شفاف برق میزنه، براق میشه. و یادمونم باشه که روغن ورک اگر ما ازش استفاده بکنیم هم قارچ کشه، هم باکتری ها رو بین میبره، هم تخم حشرات رو بین میبره و حتی خود حشرات رو از بین میبره. پس ما برای اینکه از روغن ورک استفاده میکنیم تمام اون منافذ تنفسی که در وجود ترک های درخت همون وجود هستش رو این عایق بندی میکنه. در واقع یک لایه روی تنه درخت ما با این کارمون انجام میدیم. اصولا در فصل زمستون ما قبل از بیداری درختانمون، یادمون باشه قبل از اینکه تورم ها باز بشه، ما از روغن ورک میتونیم استفاده کنیم. حتی در دو مرحله، یک مرحله در انتهای پاییز قبل از بارش برف و بارون و مرحله بعد قبل از بیداری درختانمون و زمانی که تورم ها هنوز روی درخت باز نشده، اشتباه نشه. برای این نوع سمپاشی ما از روغن ورک 65 تا 75 درصد استفاده میکنیم، ولی بعضن بعضی از عزیزان میخوان در تابستون استفاده بکنن از 85 یا 95 درصد استفاده میکنیم. این درصد ها خیلی مهمه، هر چقدر رقیق تر باشه مقدارش بسیار
کمتر تاثیر بدی میذاره، ولی من هرگز توصیه نمی کنم برای تابستون ها از روغن برگ استفاده بشه، چون ممکنه اشتباها مواد رقیق نشده کمتر با درصد بالا بهتون ندن، درصدش پایین باشه، اون وقت یک فاجعه به وجود میاد. وقتی هم که روغن برگ یا نیم اویل اسپری، در ضمن من خودم نیم اویل اسپری استفاده میکنم چون در این منطقه نیم اویل اسپری گیر میاد، ولی در ایران عزیزمون شاید روغن برگ باشه، از روغن برگ راحت تر استفاده میکنیم. یادمونم باشه روغن برگ رو وقتی ما سمپاشی میکنیم روی تنه درخت باید بوی پارافین بده، کاملا مشخصه. یعنی بوی پارافین وقتی که بلند شد از سمپاشی ما، بدونی که این خالصه. همیشه روغن برگ که میخرید بو کنید، اگر بوی گازوئیل داد بدونی که تقلبیه، گازوئیل بهش مخلوط کردن، یا شاید هم مثلا گازوئیل خالص دارن به اسم روغن برگ به شماها قالب میکنن. و هرگز هم از سموم گوگردی مخلوط با روغن برگ استفاده نکنید، اصلا روغن برگ رو به تنهایی استفاده بکنید یا نیم اویل اسپری رو. بعدش هم برای استفاده از روغن برگ در فصل سرما مثل الان که هوا سرد شده، من الان نیم اویل اسپری رو توی آب گرم گذاشتم برای اینکه از اون حالت سفتی در بیاد. بعدش هم آب گرم من ریختم توی سمپاشم، الانم آب گرم توی این و توی این دارم. بنابراین ما برای استفاده برای درختانمون که میخوایم استفاده بکنیم، این الان دقیقا اگه دقت بکنیم ببینید 70%. این بهترین موادیه که برای الان، ببینید نیم اویل اسپری 70%، این الان بهترین چیزیه که ما میتونیم الان ازش استفاده بکنیم در این فصل، و دقیقا همون اثریه که روغن ورک داره. توی سمپاش هم آب گرم بریزید، حتما آب جوش نه، آب گرم. یک روز آفتابی رو انتخاب بکنید، حتما اولا که مطمئن باشیم 24 ساعت 48 ساعت جلوتر بارندگی نبوده باشه و 24 ساعت 48 بعدش هم بارندگی نباشه. یک فضای خوب، یک فضای آفتابی خوب رو انتخاب بکنید، خنک هست ولی آفتابی است. و قبل از اینکه استفاده بکنید حتما اسپری باکت چی میگن مخزنتون رو نصفش رو از آب گرم استفاده بکنید، بریزید توش و بعد برای این نصفش رو آب گرم بریزیم که اگر بخوایم قبل از این کار نیم اویل اسپری رو یا ولک رو بریزیم، میره مجرای تنفسی سمپاشمون رو میگیره، چشم سمپاشمون رو میگیره و خسارت بالایی داره. این الان دقیقا 3 گالون، برای 3 گالون اصولا ما باید چیزی حدود 1 استکان چایخوری توش بریزیم. ببینید این الان رقیق شده است، ببینید به راحتی رقیق شده، ما از این استفاده میکنیم. خب اینی که ریختیم، حالا آب گرم بعدی رو روش اضافه میکنیم تا نماسه. اگر آب گرم نریزیم این روغن خواهد ماسید. الان ببینید این بوی نیم اویل اسپری هم ناگفته نمونه، کاملا با روغن ورک متفاوته. نیم اویل اسپری یک بوی حالت گیاهی داره، نیم اویل اسپری از یک درختی در هند به دست میاد و اصولا یک بوی خیلی خیلی زننده‌ای داره. بعضی شاید دوست نداشته باشن این بو رو، ولی یادمون باشه که ما برای حفظ و مراقبت درختمون، بازم ببین آب گرم رو روی اون آب ولرم من اضافه میکنم که کاملا این رقیق بشه. تا تموم بشه این باکتمون، این آب اندازه خودش گرما داره، نمیذاره بماسه. و اگر این کار رو نکنیم بلافاصله میماسه و اولا که چشم سمپاشمون رو میگیره، دوما اثرگذاری خوبی نخواهد داشت. پس این کار رو الان به این شکل انجام میدیم، زمانی که درختامون کاملا به خواب رفته، برگ های درختامون کاملا ریخته، ولی یه سری گیاهانمون مثل روز و اینا که الان به فصل برگ ریزانشونه و قرار برگشون رو بریزه، صحبتم راجع به مناطق سردسیر و نیمه سردسیره که درختانمون برگهاشون رو میریزه. من راجع به مناطق گرمسیر توضیح بعدی خواهم داد. اینا رو در نظر بگیرید که این برنامه که دارم خدمتتون عرض میکنم دقیقا برنامه برای مناطقی که درختای ما درختای برگ ریزان داره، جاهایی که درختای ما برگشون میریزه و از این مسئله استفاده میکنیم. حالا بریم تا ببینیم
چی کار میخواییم با هم دیگه بکنیم. اصولا برای یک چنین کاری ما وقتی که میخواییم سمپاشی رو انجام بدیم یادمون باید باشه که طوری ما سمپاشی میکنیم روی درختامون که مطمئن باشیم که از تنه درختامون کاملا شره بکنه روی زمین. اینطوری نباشه که فقط اسم سمپاشی رو روش بذاریم و یه تنه بدنه رو، مثلا باید تمام شاخه های گیاهانمون و درختانمون رو سمپاشی انجام بدیم و مطمئن باشیم از این شرایطی که حتما درختانمون رو ما با این مواد پوشش کامل بدیم. الان اگه بریم جلوتر درخت انگور یا درخت آلو ببینید که همه اینا برگاشون ریخته شده، یا درخت گلابی یا خرمالو ببینید اینا همه برگا ریخته شده و به این حالت ما اینها رو ببینید کاملا، یعنی یک سمپاشی کاملا دقیق و تمام این شاخه ها رو کلن از سر تا پا. اگر باغتون بزرگه حتما از پمپ های برقی بزرگ استفاده بکنید که فشار قوی باشه، هر چقدر فشارش قوی تر باشه بیشتر و بهتر اثر میگذاره. ببینید ما باید کاملا تمام تنه درخت رو به این حالت شستشو بدیم از پایین تا بالا. ببینید تمامش رو به این حالت میشوریم، کل درخت رو، یعنی میشوریم، باید درخت شستشو بشه. در واقع با این کارمون تمام آلودگی های روی شاخه ها رو ما از بین میبریم. طوری باید با انجام بدیم این کارو که مطمئن باشیم که درختانمون ازشون اینا شوره بکنه. و یه چند روزی اگر دقت بکنی ببینید تنه درخت شروع کرد به براق شدن، یعنی از راه دور کسی که بیاد ببینه فکر کنه که چه اتفاق افتاد، درخت چرا اینقدر براقن، و کاملا طبیعیه. این سموم ماموریتشون اینه. هیچ وقت از بعضی از عزیزان میگن که مثلا ما میتونیم از گوگرد استفاده کنیم به جای سم روغنی، یا از سم مثلا برادو فیکس استفاده بکنیم. نه، اونا کار خودشونو میکنن، اینم کار خودشو میکنه. ما باید تمام درختانمون رو در این فصل همه رو به این حالت از پایین تا بالا رو ببینید کاملا یه شستشو حسابی دقیق انجام میدیم روی اینا. یاش ببینید، یا میریم سراغ درخت بعدی. ببینید کاملا اینا رو در یک روز آفتابی یادمون نره، حتما یک روز آفتابی مناسب رو انتخاب میکنیم که درختانمون نماسه روش. این حرارت آفتاب خودش روی اینا اثر خودش رو میگذاره. ببینید اینا رو کاملا از سر تا به پاش رو همینجوری شروع میکنیم به شستشو دادن. همه درختانمون رو، هر چی درختی که الان به خواب رفته و برگ ریخته، به این حالت با سم ولک یا روغن نیم اویل اسپری، اینا روغنی هستن، به هر دوشون مواد روغنی دارن، ما این کار رو تمام این درخت ها باید انجام بدیم. تک تک این درخت ها باید الان تو این فصل تو این شرایط، ببینید پای درخت ها هیچ چیز دیگه نباید مونده باشه، تر و تمیزش میکنیم. اگر بعد از سمپاشی، وقتی که سمپاش کردیم، نگاه کنید ببینید روی تنه درخت ها، گاهن روی شاخه ها میوه های باقی میمونه، جا میذاریم، اینا رو حتما با نردبون و یا با یه وسیله بزنید بریزه پایین، نذاریم بمونه. موندن اینا بیشتر برای ما مضره و بیشتر دردسر سازه. دوستتون دارم. برای سرزمین عزیزمون ایران آرزوی برکت و خیر و صلاح و دوستی و متحد بودن مردم عزیزمون رو دارم، به امید روزهای پربرکت برای سرزمین عزیزمون ایران گرامی. خدا نگهدار.